سلام دوستان، من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان است. با شما هستم. این قسمت دوم از ویژه برنامه حقوق بشر هست، اما قراره تو این قسمت پیرامون اعلامیه جهانی حقوق بشر با هم صحبت بکنیم. ممنون که همراه من هستی. خب دوستان، توی این قسمت مشخص ما قرار هست که یک روخانی از اعلامیه حقوق بشر داشته باشیم و در کنار اون حالا جاهایی که نیاز هست تفسیری هم در باب این متن داشته باشیم و بیشتر در باب این مواد مندرج شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر صحبت بکنیم. در قسمت پیشین سعی کردیم یک مقدمه و پیشگفتاری در باب این مسئله مشخص و اصولا حقوق بشر داشته باشیم. حالا سعی بکنیم موجز در باب موضوعاتی که برای ما قابل عرض و اهمیت هست صحبت بکنیم. یه اشارت کوتاهی پیرامون این موضوع داشته باشم و بعد بریم سراغ مواد مندرج شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر. خب قاعدتا ما اون تعریفی که ما نسبت بهش داشتیم یک تصویر مشخصی از جهانی رو دادیم که حالا انسان‌ها در طول این تاریخ متمادی خودشون هیچگاه در پی تصویرگری در باب حقوق برای خود نبودن. همواره انسان‌ها به واسطه ادیان، به واسطه فرهنگ‌هایی که وابسته به اون نگاه بالادستی و قدرتمندانه در آسمان‌ها بوده، برای خود وظیفه تراشی کردند. به این سمت و سو نرفتند که بخوان حقوقی رو برای خودشون متصور بشن. خب قاعدتا ما کورسوهای امید و شمع‌های کوچکی در این جهان عظیم خودمون، در این شب بزرگی که جهان رو در بر گرفته بود داشتیم، همتای کوروش، همتای قوانینی که در اون جهان باستانی وضع شده بود، همتای اتفاقاتی که در یونان باستان و اون تفکرات اتفاق افتاده بود، و در نهایت از گذر از این شب طولانی ما به نقطه‌ای رسیدیم که در رنسانس و دوران روشنگری هم پیرامون این مباحث صحبت شد و در انتهای امر با اون فجایعی که بعد از جنگ جهانی اول و دوم اتفاق افتاد، حالا انسان به این سمت و سو رفت که باید چنین مواد قانونی در جهان وجود داشته باشه و حالا این مواد قانونی به نوعی مبدل به یک قانون جهان شمول برای این باشه که تمامی کشورهای دنیا به اون پایبندی داشته باشن و در راستای رعایت اون هم همت داشته باشن و در نهایت ما رو به نقطه ای رسون که حالا در سازمان ملل سعی بشه یک همچین اعلامیه‌ای جنبه رسمی به خودش بگیره که حالا سعی می‌کنیم بعد از اینکه این مواد رو صحبت کردیم پیرامونش، در باب که اشارت کوتاهی هم نسبت به سازمان ملل و جنبه اجرایی و حواشی که پیرامون این اعلامیه حقوق بشر هست هم داشته باشیم. خب میرسیم به ماده اولی که تحت این اعلامیه جهانی حقوق بشر منتشر شده. تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند. خب نکته ابتدایی که ما باید درباره‌اش صحبت بکنیم این هستش که ما قرار نیست این اعلامیه جهانی حقوق بشر رو به عنوان یک سند قدسی در نظر بگیریم و در بابش به عنوان نگاهی که همتای باورمندان به ادیان نسبت به کتاب آسمانی خودشون داشتن نگاه بکنیم. منظور نظر این هستش که خب قاعدتاً این مواد میتونه تغییر بکنه، میتونه اصلاح بشه، میتونه بهتر نوشته بشه، از نظر نگارشی میتونه مورد بحث قرار بگیره و از نظر محتوایی و معنایی هم میتونه مورد بحث قرار بگیره. در نکته ابتدایی ما باید به این باور داشته باشیم که قرار هست انسان همواره در پی پیشرفت باشه، همواره باید سعی بکنه که زیست جمعی خودش رو بهتر و بهتر بکنه، همواره قرار هست که این نگاه متعصبانه ازش دور و دورتر بشه، همواره قرار هست که به همه چیز شک بکنه، این روحیه پرسشگری رو در برابر تمامی عناوین داشته باشه. پس وقتی ما رجوع میکنیم به مواد که در اعلامیه جهان حقوق بشر اعلام شده، قرار نیست که به او به یک جنبه قدسی بدیم و قرار نیستش که از کنار اون به سادگی هم بگذریم. قاعدتا نقدهای بیشماری هم میتونیم نسبت بهش داشته باشیم و میتونیم هم مطرح بکنیم، اما در این ویژه برنامه سعی شده بیشتر یه روخانی نسبت بهش داشته باشیم. این توضیح ابتدایی رو هم پیرامون این دادم که خیلی قرار نیست موشکافانه در بابش صحبت بکنیم و قرار و نگاه هم بر این پایه هستش که ما با اون روحیه پرسشگری خودمون همواره به تمامی موضوعات نگاه بکنیم و نقدهای خودمون رو هم مطرح بکنیم.
خب در اون نقطه ابتدایی ما در باب این آزاد زاده شدن بشر صحبت رو میشنویم که برگرفته به نوعی از همون تصادمی است که پیرامون بردهداری و آزاد بودن انسان‌ها اتفاق میفته. ما با یک جهانی روبرو هستیم که در طول سالیان مدید این خفت و ننگ و وحشیگری رو بر پیشانی خودش مهر کرده که حالا نه تنهای جانداران دیگر، حتی ابنای خودش رو هم به اسارت و بردگی برده. حالا ما با یک ماده قانونی روبرو هستیم که در این تعریف تازه برای حقوقی که بر ابنای بشری شمرده شده انسان رو آزاد تصویر میکنه، به نوعی اون بردهداری رو محکوم میکنه و حالا انسانهایی هستند که باید این حقوق آزادزاده شدن اونها در نظر گرفته بشه. فرایون میاد در حقوق و حرمت برای اونها برابری قائل میشه، برابری که انسانها در قبال قانون باید داشته باشن، در قبال حقوق باید داشته باشن. بعد از اون میرسیم به این عقلانیت و وجدانی که انسان به انسانها ارزانی شده، که حالا این همون نکاتی است که ما میتونیم در انشای این اعلامیه صحبت بکنیم که حالا انشای این میتونه دارای مشکلاتی باشه و یا حتی محتوایی که او داره ارائه میده که شاید در برگیرنده افکاری باشه که به نوعی از اون افکار پوسیده گذشتگان نشأت گرفته شده و در نهایت به اون نقطه‌ای که در برابر با یکدیگر باید برادران رفتار بکنند هم به اوج این افتضاح میرسه. اینکه حالا قرار هست دوباره ما در اون وادی گذشتگان گام برداریم و باز هم با اون نگاه‌های پوسیده حالا به این سمت و سو بریم که تعریفمون از یک رفتار درست اخلاقی با هم دیگه اون رفتار برادرانه باشه. اما میگم اینها نکاتی است که اگر ما بخوایم در بابش صحبت بکنیم ساعت‌ها باید برنامه ضبط بکنیم و در باب همین متن و همین یک جمله همیشه صحبت کرد. اما به نوعی به اون شرایط و به اون اتفاقات هم نگاه کنید. شما وقتی میرسید به اتفاقاتی که در انقلاب فرانسه هم میفته، خب شعار اصلی و کلیدی اونها آزادی، برابری و برادری بود. اما شاید امروز بخوایم با اون جماعت صحبت بکنیم، مفهوم از برادریشون اون صمیمیت رو مثلا قلمداد میکردن. در اینجا هم شاید همچین معنایی رو بشه ازش استخراج کرد. گفتم در باب انشاء این قوانین میشه ساعت‌ها صحبت کرد، اما مفهوم کلی که داریم از این ماده مشخص میگیریم در باب آزاد بودن انسان‌ها هست و این برابری که در حرمت و حقوق دارن و در نهایت هم رفتاری که باید با هم دیگه در اوج صمیمیت انجام. ماده دوم به این قرار هست که همه انسان‌ها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشد، ام از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، دارایی، محل تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادی‌های مطرح در این اعلامیه‌اند. به علاوه میان انسان‌ها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمرو قضایی و وضعیت بین المللی، مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیومیت، غیر خودمختار یا تحت هر گونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد. خب ما با ماده دومی روبرو میشیم که به نظرم کامل‌ترین ماده پیرامونه این برابری در حقوق است. یعنی یک ماده‌ای که سعی کرده در باب تمامی عناوین صحبت بکنه و چیزی رو به عنوان جای خالی قرار نده در دل خودش. که ما وقتی داریم در باب این مواد مندرج در این اعلامیه مشخص صحبت می‌کنیم، داریم در باب برابری همه پیرامون این حقوق در همه جای دنیا و همه ابنای بشر صحبت می‌کنیم. که این واقعاً قابل احترام هست و از اون نکاتی است که ما رو داره یه پله بالاتر میبره. یعنی ما با انسانیتی روبرو میشیم که حالا نگاه و میل به پیشرفت داره برای زیست بهتر در کناره، که حالا میتونه این همین گونه به پیش بره و بالاتر و بالاتر بره و ما رو به اون مبحث مهم و بزرگ جان برسونه که مسئله مهمی است که در نهایت ما باید به اون ترقی و به اون پیشرفت بزرگی برسیم. در ماده سوم، هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است. خب این هم حق زیستن برای انسان، حق آزادی و امنیت فردی رو تعریف میکنه که خب ما میبینیم که چگونه در کشورهای مختلف به زیر پا گذاشته میشه. در ماده چهارم،
هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگه داشته شود. بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکل باید باز داشته شده و ممنوع شود. خب ما پیرامون این هم یه اشارتی کردیم، ما داریم در باب جهانی صحبت میکنیم که چند ده سال گذشتهش انسانهایی رو داشته که به بردگی گرفته میشدن، انسانهایی که تحت عنوان کنیز و برده در اختیار دیگران بودن، و این ننگ و فاجعه بزرگ انسانیت که هیچ وقت این لکه از پیشانیش پاک نخواهد شد. هزاران سالی که انسانها در این جنون و دیوانگی بودن و این ماده قانونی هم خب داره به صورت محکم و قدرتمندی پیرامون این مسئله صحبت میکنه. هیچ کس نمیبایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار یا تحت مجازات غیر انسانی و یا رفتاری قرار گیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد. خب در ماده پنجم ما میبینیم که داره صحبت از این شکنجه نکردن انسانها و آزار نرسوندن به انسانها میکنه، حتی تا حدی به پیش میره که نباید منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد. حالا در باب این همیشه بحث کرد و میشه انتقادات رو بهش وارد کرد در باب مسئله جامع اعتقاداتی که ما داریم، اما فارغ از این به خاطر اینکه همین بحث خیلی طولانی نشه، ما حالا روبرو میشیم با اون درجه‌ای که حالا داره در باب شکنجه نکردن و بیرحمی که در جهان جاری و ساری بوده و همچنان هم هست. یعنی شما به جمهوری اسلامی نگاه میکنید، به کشورهای مجنون دیگری که همتای جمهوری اسلامی در اسلام غرق شدند و دست و پا میزنند نگاه میکنید که چگونه انسانها رو به راحتی و سادگی شکنجه میکنند. حتی ما مواجه میشیم با قوانینی که وضع شده پیرامون این شکنجه. یعنی شما وقتی با قانون شلاق روبرو میشید، خب شلاق رسما شکنجه کردن انسانهاست، حالا این جنبه قانونی داره. یعنی فارغ از این که در زیر زمین‌های مخوف تمام کشورها چه اتفاقاتی داره با مخالفانشون، با دشمنانشون رخ میده، حالا ما داریم با یک حکومت‌های روبرو میشیم که این رو مبدل به قانون کردن، این شکنجه و آزار دیگران مبدل به قانون شد. حالا ما در این ماده 5 شاهد این بودیم که در این اعلامیه مشخصاً در باب این موضوع چه موضعی رو اتخاذ کرد. ماده 6، هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود. خب این هم باز در راستای هم برابری در برابر این قانون هست و هم احترام به فردیت انسان ها هست. یعنی فارغ از هر نگاه و هر هویت تراشیده شده برای اون فرد، حالا ما یک نگاهی نسبت به فردیت اون آدم داشته باشیم. اگر قرار هست که برای او رو در برابر قانون مسئول بدونیم و یا وظیفه‌ای به دوش او بذاریم و یا مجازاتی در قبال او تصویر و تصور بکنیم، به واسطه فردیت و رفتارها و کنش‌های فردی اون شخص است. ماده 7، همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آنند تا بدون هیچ تبعیضی به طور مساوی در پناه قانون باشند. همه انسان‌ها محق به پاسداری و حمایت در برابر هر گونه تبعیض که ناقض این اعلامیه است. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک‌آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود حفظ شد. خب قانونگذار داره اینجا دوباره به کرات اشاره میکنه در قبال این که باید این حقوق برای این انسانها به رسمیت شناخته بشه. خب قاعدتا ما جهانی پر از این نابرابری ها داریم، اینقدر این نابرابری ها در سراسر جهان حتی در جهان مدرن داره اتفاق میفته که قانونگذار چندین بار به کرات داره در باب این مسئله صحبت میکنه، و باز هم با وجود این قوانین باز هم ما شاهد این تبعیض ها و نابرابری ها هستیم که حالا در حواشی که پیرامون این اعلامیه جهانی حقوق بشر دارم بیشتر دربارش صحبت میکنه. ماده 8، هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذی‌صلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشتند. خب قاعدتاً انسان‌ها در کشورهایی که زندگی می‌کنند گاهن روبرو می‌شند با حقوق ابتدایی که ازشون داره نقض میشه. به عنوان مثال در این اعلامیه حقوقی که برشمرده شده، و شما اگر بخواید بهش نگاه بکنید، در نهایت ما رو رجوع میده به دادگاه‌هایی که ذی‌صلاح ملی هستن. این در اون کشور
صلاحیت دارن، که این باز اون نقطه تناقض بزرگ است که در این قوانین ما با شاهد هستیم. یعنی شما مثلا تصور بکنید که یک انسان ایرانی که در ایران به دنیا آمده قوانینی در علیهش وضع شده، چون حقوق ابتداییش رو زیر پا میذاره، قانون حجاب، حجاب اجباری. خب این از اون قوانین ابتدایی و اولیه‌ای هستش که در این اعلامیه بهش رجوع داده شده، محق شمرده شده. یا همون موضوعی که ما پیرامون شلاق مثلا صحبت کردیم، پیرامون دست بریدن، پیرامون شکنجه هایی که قانونن داره اتفاق میفته، حالا ما قرار هست که این احقاق حقوق اولیه خودمون رو از اون دادگاه ذی‌صلاح ملی داشته باشیم. اینها هم نقاط تناقضی است که در این قانون وجود داره، اما نمیشه بهش به نوعی انتقاد شدیدی کرد که چرا؟ که ما داریم در باب یک قانونگذاری صحبت میکنیم که به نوعی پیش‌فرض اصلی خودش این بوده که ما در جهانی خواهیم بود که این قوانین محترم شمرده خواهد شد. قانون نهم، هیچ عهدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد. خب ما باز هم داریم در باب همین مسائل میشنویم که جنبه اجرایی نمیتونه داشته باشه. یعنی بزرگترین نقدی که نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر میتونه بشه این هستش که این بیشتر جنبه توهمی که میتونه داشته باشه. یعنی این قوانین وضع شده در سازمان ملل میره در اون بخش حواشی قرار میگیره که حالا ما باز دربارهش صحبت بکنیم. اینکه شما وقتی روبرو میشید با چنین مواد قانونی بیشتر جنبه های توهمی رو دارید در دلش استخراج میکنید. اون که این اتفاقات به کرات داره در سراسر جهان میفته و این اعلامیه هم نمیتونه راهگشای اینها باشه، چرا که قدرت اجرایی و بازوی اجرایی رو نداره. ماده دهم، هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی علنی و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند. خب در این قانون مشخص هم ما داریم در باب دادگاه علنی صحبت میکنیم که حالا باید یک دادگاه بیطرف و مستقلی باشه که در برابر اتهامات اون شخص بتونه از خودش دفاع بکنه. یعنی چیزی که ما تحت عنوان دادگاه های امروزه در سراسر جهان در کشورهای متمدن میشناسیم که تا حد زیادی در خیلی از این کشورها سعی میشه همچین اتفاقاتی به درستی به پیش بره و حالا وقتی میرسیم به کشورهای دیگه هم روبرو میشیم که تا چه اندازه این حقوق زیر پا گذاشته میشه. ماده 11 بند اول، هر شخصی متهم به جرم کیفری سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون در محکمه علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خیشتن تضمین شده باشد بیگناه تلقی شود. بند دوم، هیچ احدی به حسب ارتکاب هر گونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین المللی در زمان وقوع آن حاوی جرمی کیفری نباشد نمیبایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمیبایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم در قانون قابل اعمال بود بر فرد تحمیل گردد. خب دوباره ما در این ماده و در دو بندی که درش مطرح شده پیرامون دادگاه شایسته داریم صحبت میکنیم. پیرامون این دادگاه شایسته‌ای که در ابتدای امر باید طبق همون قوانین باستانی بیگناهی فرد مفروض باشه، حالا قرار هست که شاکی بتونه به نوعی این گناهکار بودن و مجرم بودن او رو ثابت کنه و فرایی ما روبرو میشیم با این که حالا اون قوانین مملکتی که داره وضع میشه و یا قوانین بین المللی کسی که اون از اون قوانین تخطی نکرده هم نباید مورد به نوعی مجازات قرار بگیره. ماده 12، هیچ احدی نمیبایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی تحت مداخله خودسرانه قرار گیره. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچ کس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کس سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است. فرای مواد پیشین حالا ما رسیدیم به اون نقطه‌ای از حقوق و
قائل شدن حقوق برای ابنای بشر، که حالا ما با واژه شرافت و آبرو هم روبرو میشیم. حالا قرار هست که فرای قوانین و قواعدی که قرار هست به ما حقوقی قائل بشه، فرای این در قبال شرافت و آبروی ما هم حقوقی برای ما قائل بشه. کسی نباید در قلمروی خصوصی و خانوادگی و محل زندگی کسی مداخله‌ای داشته باشه، از اینها به نوعی استفاده بکنه برای از میان بردن آبرو و شرافت، چیزهایی که خب در کشوری مثل ایران در حد یک توهم هست. ماده 13 بند اول: هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابجایی، حرکت از نقطه‌ای به نقطه دیگر و اقامت در هر نقطه‌ای درون مرزهای مملکت است. بند دوم: هر انسانی محق به ترک هر کشوری از جمله کشور خود و بازگشت به کشور خیش است. یکی از حقوق مندرج دیگر در این اعلامیه هم همین مبحثی است که انسان‌ها آزاد هستند برای جابجایی، چه در کشور خودشون و چه گذشتن از کشور خودشون و دوباره بازگشتن. ماده 14 بند اول: هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناهنده دهنده در برابر پیگرد قضایی است. بند دوم: چنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأی غیر سیاسی داشته باشد و یا نتیجه ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول ملل متحد باشد ممکن است مورد استثناء قرار نگیرد. خب ما مبحث پناهندگی هم در این ماده مشخص، ماده 14 اعلامیه حقوق بشر باش روبرو هستیم، که این حق رو به انسان ها میده که اگر مورد پیگردی هستن به واسطه اعتقاداتشون، باورهاشون و موضوعات سیاسی میتونن پناهنده بشن به کشورهایی که حالا پناهنده دهنده هستن. و خب اون تبصره هم که قائل میشه در راستای این هستش که نمیتونن به واسطه جرایم جنایی که کردن این پناهندگی رو داشته باشن. کسی که حالا قتل و جنایتی میکنه نمیتونه بره و پناهنده بشه و باید در راستای همون باورها و اعتقادات و مباحث سیاسی که وجود داره یا مباحث اجتماعی که وجود داره میتونه این پناهندگی رو برای خودش داشته باشه. و این اون جزء اون حقوقی است که باز هم در این قانون بهش اشاره شده. ماده 15 بند اول: هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیت و ملیت است. بند دوم: هیچ احدی را نمیبایست خودسرانه از تابعیت خیش محروم کرد و یا حق تغییر تابعیت را از وی دریغ نمود. خب این هم به نوعی ارزش گذاشتن و حقوق قائل شدن برای تابعیت و ملیت افراد هست. خب کشورهای مختلف و قوانین مختلف نمیتونن این تابعیت را از او منع بکنن. این به واسطه خاکی که درش به دنیا آمده، خب قاعدتا تابعیت و ملیت اون کشور رو داره و تابعیت هم همراهش خواهد بود. ماده 16 بند اول: مردان و زنان باقل بدون هیچ گونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانواده‌ای بنیان نهند. همه سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، در طول زمان زندگی مشترک و هنگام فسخ آن هستند. بند دوم: عقد ازدواج نمی‌بایست صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامله همسران که خواهان ازدواجند. بند سوم: خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به وسیله جامعه و حکومت نگهداری شد. خب ما مواجه هستیم در حقوقی که برای ازدواج در این اعلامیه جهانی حقوق بشر صحبت شده درش. یکی از نکاتی که خیلی میشه بهش نقد کرد این قرار ندادن سن ازدواج هست، که خب میتونه دست رو باز بذاره برای جماعت جنون‌آمیزی که با تجاوز در پی ازدواج هستن. یعنی ما چیزی که در اسلام باهاش روبرو هستیم و داریم میبینیم در کشورهای مختلف، حالا با این همه فشارهایی که اتفاق میفته در نهایت جمهوری اسلامی این سن ازدواج رو به 13 سال میرسونه، اما باز هم روبرو هست. خب در اون بند اول ما مواجه میشیم با اینکه خب زن ها و مرد میتونن بدون از هر گونه تفاوتی که دارن به صلاح دید خودشون با هم ازدواج بکنن، چیزی که در گذشته خب ما باش روبرو بودیم که ادیان مختلف در قبال این نوع نگاه ها تا چه اندازه ای از خودشون رفتارهای دهشتناکی رو هم نشون میدادن و این گونه در برابر این ازدواج ها میستادن. حالا ما با یک حقوقی برای انسان روبرو هستیم که اون میل و اختیار و آزادی اون فرد هست که این ازدواج رو تعیین میکنه
و در بند دوم هم به صراحت به این موضوع حالا سعی میکنه که اشاره بکنه و این رو همتای رضایت اون دو نفر برای ازدواج بدونه، یعنی اینکه باید اون دو نفر رضایت داشته باشن نه فشارهای اجتماعی و الی آخر. و بند سوم هم به نوعی داره به حکومت‌های جهان در راستای پاسداری از این خانواده اشارتی میکنه و به نوعی نصیحتی میکنه. ماده 17 هم. بند اول، هر انسانی به تنهایی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت دارد. بند دوم، هیچ کس را نمیبایست خودسرانه از حق مالکیت خیش محروم کرد. یکی از حقوق دیگری هم که در این ماده داره بهش اضافه میشه پیرامون همین حق مالکیتی که انسان ها میتونن داشته باشن و کسی رو هم نمیشه از این حق مالکیت دور کرد. خب قاعدتا نقد پیرامون این موضوع که برای کسی که همتای من فکر میکنه بسیار بیش از حد هست و میشه دربارش صحبت کرد، اما اینجا به نظرم در این قسمت مشخص جایی براش نیست. ماده 18 هم. هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است. این حق شامل آزادی دیگر اندیشی، تغییر مذهب و آزادی علنی، آشکار کردن آیین و ابراز عقیده چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیدبانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است. خب این ماده 18 هم پیرامون آزادی اندیشه و دین هست که داره صحبت میشه، چیزی که در جوامع مختلف از گذشته و حتی در امروز ما مواجه میشیم با واژه‌ای مثل ارتداد که کماکان قدرتمند به عنوان مثال در قوانین جزایی جمهوری اسلامی هم وجود داره و هیچ حقی قائل نیست برای این که انسان ها بتونن این باور خودشون رو تغییر بدن. حالا پا رو فراتر میذاره و این اجازه رو به انسان‌ها و این حق رو برای اونها محترم میشونه که حالا این تغییر ادیان رو حتی به مرحله عمومی خودش هم برسونن و بتونن این مناسک رو در عموم هم اجرا بکنن و یا به نوعی تبلیغ اون ادیان خودشون رو بکنن. این اون ماده ایست که امروز اروپا به نوعی با قبول کردنش در این هچل بزرگ هم گرفتار شده، یعنی شما وقتی مواجه میشید با کشورهایی که پناهنده قبول میکنن از کشورهای مسلمان، در نهایت حالا اونها اینها رو پناهنده میکنن در کشور خودشون، به نوعی پناه به اینها میدن و با توجه به این ماده مشخص حالا دست اونها رو باز میذارن برای هر گونه تبلیغ و در نهایت از دل این تبلیغ ها هستش که حالا تندروهایی هم در اون کشور باز پا به عرصه میذارن و این اتفاقات رو هم رخ میدن. خب روحیت و ماهیت این نگاه و این ماده قانونی قابل ستودن هست، قابل احترام هست، جز پیشرفت‌های انسانی هست، اما با توجه به اعتقادات و باورهایی که ما داریم خب قاعدتاً ما نیازمند جهانی متشکل و منظم‌تر هستیم فارغ از این نگاه که حالا میگم باز هم جاش در این بحث مشخص نیست. حالا ما در آتی در ویژه برنامه‌هایی که پیرامون جهان آرمانی، پیرامون قلمرو آرمانی و باورهای خودمون داریم بیشتر صحبت می‌کنیم. در ماده 19 هم ما مواجه می‌شیم با این بند که میگه هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای بدون ملاحظات مرزی است. خب نه تنها این آزادی عقیده و بیان محترم شمرده شده بود در ماده گذشته، حالا در این بیشتر هم به اون بال و پر داده میشه و به نوعی در برابر مزاحمات و مداخلات هم ازش دفاع میکنه و فرای اون حق انتشار و اینکه این افکار رو از طریق رسانه ها بدون داشتن مرز هم انتشار بده داره بیان میشه. این هم جز اون مواد قابل احترام هست، موادی است که انسان رو به نوعی داره به پیشرفت بشری میرسونه در راستای اینکه نه تنها بتونن اعتقادات خودشون رو تغییر بدن، حتی آزادانه بتونن در باب این اعتقادات هم صحبت بکنن. ماده 20 بند اول، هر انسانی محق به آزادی گرد همایی و تشکل انجمنهای مسالمت آمیز است. بند دوم، هیچ کس نمیبایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شد. خب ما در ماده 20 هم روبرو هستیم با آزادی تشکیل انجمنها، آزادی داشتن این انجمنها برای این گرد همایی هایی که تحت عنوان باورها و اعتقادات خودمون اتفاق میفته و در بند دوم هم داره از این تحمیل و زوری که اگر قرار باشه این جماعت رو درون اون نقش ببندند و به نوعی عضو اون بکنند هم صحبت میکنه. یعنی شما در متن اعلامیه
حقوق بشر مواجه میشید در این چند بند انتهایی که من داشتم درباره‌اش صحبت میکردم، حالا از اون آزادی بیان صحبت میکنه، حالا جایگاهی میده برای اینکه این آزادی بیان بتونه مطرح بشه، کسی نتونه درش مداخله داشته باشه، و در نهایت ما رو به نقطه‌ای میرسونه که حالا میتونید تشکل و انجمنی رو هم برای خودتون به وجود بیارید و در نهایت قرار هست که فقط درش جبر و زوری وجود نداشته باشه. یعنی ما پله به پله در مواد مختلف داریم نزدیک میشیم بیشتر و بیشتر به این مبانی پیرامون آزادی بیان، و نه تنها خلاصه کردن آزادی بیان در راستای یک ماده قانونی که هر کسی میتونه آزادی بیان داشته باشه، که سعی کرده نزدیکتر به مبانی بشه که بشه قابل فهمتر باشه و تفاسیر مختلفی نشه از دلش برون آورد. یکی از نکات کلیدی که در دل این متن اعلامیه حقوق بشر هم وجود داره همین به نوعی صریح صحبت کردن هست که در بعضی از مواد به شدت قابل احترام هست، و این باز کردن موضوعی که میشه ازش برداشت‌های مختلف کرد. خب متن اعلامیه حقوق بشر شامل 30 ماده هست. ما 20 ماده رو در این قسمت درباره‌اش صحبت کردیم، 10 ماده آخری رو هم در قسمت بعدی این ویژه برنامه درباره‌اش صحبت می‌کنیم که زمان این برنامه هم خیلی زیاد نشه. در این انتهای برنامه هم دوست دارم باهاتون مطرح بکنم که اگر دوست دارید این صدا شنیده بشه، این راه تغییر شکل بگیره، میتونید آثار من رو با دیگران به اشتراک بذارید. منظور از آثار هم خلاصه برنامه بنامه جان نمیشه. من پیش از این که بخوام برنامه بنامه جان رو ضبط و منتشر بکنم، تمامی آرا، افکار، عقاید و باورهای خودم رو تحت عناوین کتابهایی به رشته تحریر درآوردم. تمامی این آثار در وبسایت جهانی به صورت رایگان در اختیار شما دوستان هست. میتونید با مراجعه به این وبسایت این آثار رو به صورت رایگان دریافت بکنید، و اگر دوست داشتید این راه تغییر شکل بگیره، اون رو با دیگران هم به اشتراک بذارید. ممنون که همراه من بودید. من نیما شهسواری و این برنامه بنامه جان بود. در پناه آزادی.